با سلام و امید صحتمندی شما محصلین گرانقدر، امیدوارم صحتمند باشیم. در خدمت شما هستم با جلسه 11 فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی. در دو جلسه قبل ما و شما راجع به وظایف حرکی نخاع و رفلکس های نخاعی خواندیم و خلاصه فصل دو حرف بود. یک، ای که نخاع به عنوان یک مسیر ارتباطی بین مغز و محیط بدن عمل میکنه، یعنی سیاله ها از مغز به نخاع و از نخاع به محیط فرستاده میشن، و دوم ای که نخاع دارای مدارهای میباشه که توانایی عظیم دارن که اطلاعات حسی پردازش کنن و فعالیت های حرکی پیچیده ایجاد کنن، یعنی ای که بدون دخالت مغز یک تعداد حرکات کنترل کنن. و یک تعداد رفلکس ها رو خوندیم، رفلکس های شامل رفلکس کشیشی، رفلکس وتریگولجی، رفلکس فلکسور یا دور کننده و رفلکس بستهنده متقاطه، که اینا چند تا رفلکس بودن که در نخا انسجام از این انجام میشد، پیام حسی از محیط از عضلات به نخا میامد و در نخا انسجام از انجام میشد و پیام حرکی پس به طرف عضلات فرستاده میشد، و همین چند تا رفلکس نمونه از مدارهایی بودن که در نخا وجود داشتن و اطلاعات حسی پردازش میکردن. امروز ما و شما راجع به کنترل قشری و ساق دماغی وظایف حرکی میخونیم، یعنی نقش قشر مغز و نقش ساق دماغ یا برین استم در کنترل وظایف حرکی. و بحث ما و شما راجع به قشر حرکی و سیستم قشر نخاعی، فایبرهای ورودی به قشر حرکی، ای که پیام ها به چی شکل از قشر حرکی به عضلات انتقال داده میشن، نقش ساق مغز یا برین استم در کنترل اعمال حرکی و هسته‌های دهلیزی و حس تعادل. خب ما شما حرکات که انجام میدیم، یک تعداد از اینا حرکات ارادی و یک تعداد حرکات غیر ارادی. تمام حرکات ارادی که شخص انجام میده حداقل یک جزء دارن که مربوط به قشر دماغ میباشه، یعنی هیچ حرکتی بدون دخالت قشر دماغ ممکن نیه، هیچ حرکت ارادی بدون دخالت قشر دماغ ممکن نیه. خب ما گفتیم که یک تعداد حرکات غیر ارادی داریم و اضافه به این که قشر دماغ در کنترل حرکات بدن نقش داره، سایر نواحی مثل عقده‌های قاعده‌ای، مخیخ، ساق دماغ و نخاع اینا هم در کنترل حرکات بدن نقش دارن، یعنی قشر دماغ، عقده‌های قاعده‌ای، مخیخ، ساق دماغ و نخاع اینا با هم دیگر به صورت منسجم کار میکنند تا فعالیت‌های حرکی بدن کنترل کنند. خب قبل از اینکه بحث کنترل قشری و ساق دماغی و وظایف حرکی بیشتر پیش بریم، این موضوع شاید متوجه شده باشیم که برای از اینکه از فیزیولوژی سیستم عصب مرکزی درک بهتر داشته باشیم، باید آناتومی CNS یاد داشته باشیم. حداقل همین نامایی که می آید مثل ساق دماغ، مخیخ، عقادات قاعده ای، نخا، تالاموس، هایپوتالاموس، اینا موقعیت از اینا از نظر آناتومیکی آشنا باشیم. هسته های مختلفی که اسم از اینا می آید، هسته ها در آناتومی خونده باشیم تا درک بهتر از فیزیولوژی از اینا داشته باشیم. و اگه این نام و آناتومی از این از ذهن شما دور شده، لازم به اینه که یک مروری بکنیم تا درس فیزیولوژی بهتر بفهمیم. خب قشر حرکی مغز یا موتور کورتکس که اینجا نوشته شده و به رنگ سرخ نشون داده شده، در قدام شیار مرکزی قرار داره یا در قدام سلکوس سنترال. خب این قسمت که خط میکشیم این سلکوس سنترال، و همونطور که میبینیم قشر حرکی
در قسمت قدام شیار مرکزی یا سلکو سنترال قرار داره. و اگر ما این لوب فرانتال بگیریم ببینیم که تقریبا یک سوم خلفی لوب فرانتال قشر حرکی مغز اشغال کرده. در خلف شیار مرکزی یا در خلف همه موتور کورتکس که بگیم قسمت سوماتوسنسوری کورتکس یا قشر حسی قرار داره که تعداد زیادی از پیام ها بعد از اینکه از قسمت های محیطی بدن به قشر حسی میرسن از قشر حسی بعد به قشر حرکی انتقال داده میشن تا در کنترل وظایف حرکی نقش خور اعمال کنن. قشر حس حرکی یا موتور کورتکس به سه نهیه تقسیم میشه، سه نهی جداگانه که شامل پرایمری موتور کورتکس که اینجا به رنگ آبی نشان داده شده که M1 میگیم پرایمری موتور کورتکس، بعد قسمت پری موتور آریا یا پری موتور کورتکس PMA پری موتور آریا هم میگن، پری موتور کورتکس هم میگن که به رنگ زرد اینجا نشان داده شده، و قسمت سپلیمنتری موتور آریا SMA یا سپلیمنتری موتور کورتکس هر کدام که بگم درسته، که هم در قسمت قدام موتور کورتکس یا قشر حرکی واقع شده. پس سنهیه شد قشر حرکی، قشر حرکی اولیه پری موتور کورتکس و سپلیمنتری موتور کورتکس. خب پری قسمت پرایمری موتور کورتکس یا قشر حرکی اولیه قسمت از قشر حرکیه که مستقیما در قدام شیار مرکزی قرار گرفته، یعنی خلفترین قسمت لوب های فرانتال تشکیل میدن. دو تا جراح به اسم پنفیلد و راسموسین وقتی که عملیات جراحی روی مغز انجام میدادن و روی قشر حرکی تحریکات انجام میدادن متوجه شدن که وقتی تحریک در یک قسمت از قشر حرکی انجام میشه عضلات خاص فعال میشه، یعنی قسمت های مختلف قشر حرکی که تحریک میکردن متوجه شدن که تحریک قسمت های مختلف قشر حرکی اولیه سبب فعال شدن عضلات خاص در بدن میشه. از نظر توپوگرافیکی یا از نظر نقش شناسی نقشه عضلات مختلف بدن در روی قشر حرکی اولیه به این ترتیبه که قسمت های از قشر حرکی اولیه که در نزدیک سلویان سلکوس یا لاترال سلکوس قرار دارن، لاترال سلکوس این قسمت میشه یا همی سلکوس سلویان سلکوس که میگن، این خطی که کشیدیم اینه میفهم سرحد بین لوب های فرانتال و پاریتال از لوب تمپورال، یعنی لوب تمپوراله که این قسمت باشه از لوب پاریتال و لوب فرانتال همی سلویان سلکوس جدا میکنه. این پایین ترین قسمت قشر حرکی اولیه اینه، یه قسمت هایی که از نظر توپوگرافیکی عضلات وجه و قسمت دهان اینا رو کنترل میکنه. بعد کم بالاتر که میاییم این قسمت ها قسمت وسطی دست و بازو اینا رو کنترل میکنه که در قسمت وسط قشر حرکی اولیه باشه. بعد قسمت رأس هرده که میرسیم عضلاتی که مربوط به تنه بدن باشه اینا کنترل میکنه قسمت، و قسمت ران که عضلات سفلی باشه توسط قسمتی از قشر حرکی اولیه کنترل میشه که به عمق شیار طولی فرو میره. شیار طولی یا لانجیتودینال فیسور میگیم شیاریه یا فسوریه که دو نیم کره مغز از هم دیگر جدا میکنه که همو
قسمت از پرایمری موتور کورتکس که عضلات قسمت های سفلی ران ها و پاها اینا رو کنترل میکنه، در عمق همی شیار طولی واقع شد. قسمت بعدی نهی پری موتور یا پری موتور آریا یا پری موتور کورتکس که همینطور که اینجا نوشته شده، یعنی در تکسبوک یا کتاب اصلی نوشته شده، عمل کرده از این نهی به خوبی شناخته شده نیه. ممکنه وقتی میگیم به خوبی شناخته شده نیه، پس ممکنه که در ارتباط به ای که در شروع حرکت وضع قرار گرفتن بدن چی رقم باشه و ارتباط با مسائلی داره که شخص برای انجام یک عمل آماده میکنه. پس نهی پری موتور وظیفه ازی به خوبی شناخته شده نیه، ارتباط داره این نهیه با ای که وضع قرار گرفتن بدن در شروع یک حرکت چی رقم باشه و شخص برای انجام یک عمل حرکتی آماده می سازه. نایه بعدی نایه حرکه مکمل یا ساپلیمنتری موتور کورتکس که به اسم ساپلیمنتری موتور آریا هم این ایر میگیم. این قسمت باز هم در قسمت قدام پرایمری موتور کورتکس میشه از نظر موقعیت و منتها در نسبت به سپلیمنتری نسبت به پری موتور آریا ای بالاتر قرار داره، یعنی در قسمت محدب فوقانی نیمکره های مغز قرار میگیره، در قسمت از جدار داخلی نیمکره ها شامل میشه. از نظر موقعیت که نسبت به خود پرایمری موتور کورتکس داره، میگیم در قدام از اون نهی از پرایمری موتور کورتکس قرار داره که وظیفه کنترل عضلات اطراف سفلی بدن به عهده داره. برای از اینکه این نهی تحریک بشه، شدت تحریک بعد بیشتر باشه، وقتی قسمت سپلیمنتری موتور کورتکس تحریک میشه، عضلات بدن به بیشتر به صورت دو طرف فعال میشن و بیشتر هم عضلات فعال میشن که در اطراف علوی بدن قرار دارن. یک تعداد نوعی تخصص عملی افته در قشر حرکی برای کنترل حرکات وجود دارن که شامل نواحی بروکا، نواحی چشمی فرانتال، نواحی چرخش سر و یک نواحی که با حرکات ظریف دست در ارتباط می باشه هستن. هر کدوم از اینا رو ما شما به صورت جداگانه می خوانیم. خب اول نواحی بروکا. نواحی بروکا از نظر موقعیت می بینیم که در قسمت قدام پرایمری موتور کورتکس این ایه قرار داره. خب نزدیک شیار سلویوس هم سلویان سلکوس میشه که خطه که میکشیم سلویان سلکوس در قسمت قدام پرایمری موتور کورتکس، در او قدام اونه ایه که کنترل وظایف عضلات دهن و وجه به عهده‌اش در او قسمت قرار داره، نزدیک شیار سلویوس قرار داره و از نظر وظیفه میگیم عضلات رو کنترل میکنه که اصوات صادر به لغات و جمله کلمات کامل تبدیل میکنه. پس در تکلم نقش داره. ببینیم برای از اینکه تکلم درست صورت بگیره چی نوعی نقش دارن. یک پرایمری اودیتری کورتکس نقش داره، یعنی ما برای از اینکه صحبت کنیم ابتدا باید بشنویم، چیز از شنیده ها خو یاد بگیریم، بفهمیم چیزی رو بشنویم، بعد از اینکه شنیدیم چیزی رو تصمیم میگیریم که در پاسخ به همه چیزی که شنیدیم چی بگیم. شنیدن توسط پرایمری اودیتری کورتکس یا قشر شنوه اولی انجام صورت میگیره از فعالیت مغزی از این. بعد اینکه تصمیم بگیریم در پاسخ به چی بگیم توسط نهی از مغز به اسم نهی ورنیکه تصمیم گرفته میشه که چی گفته شد. بعد همی فرض مثال ما شنیدیم یک دستوری که در باز کن یا حرکت کن،
در پاسخ به همی ما مثلا تصمیم میگیریم که بگیم که در باز نمیکنم. همی تصمیم توسط نهی ورنه که گرفته میشه. بعد عضلاتی که برای گفتن همی جمله در باز نمیکنم لازمه فعالیت کنن، این عضلات نهی بروکان مشخص میکنه و فعال کردن از این عضلات بعد پرایمری موتور کورتکس انجام میده. پس به این ترتیب نوهی مختلف در ای که ما شما یک جمله را ادا کنیم یا یک جمله را بیان کنیم نقش دارن که از پرایمری و دوتری کورتکس شروع میشه، بعد نهی ورنیکه که تصمیم میگیره چی گفته بشه، نهی بروکا عضلات مشخص میکنه که برای انجام برای گفتن همه جمله لازمم، و قشر حرکی اولیه یا پرایمری موتور کورتکس هم همو عضلات فعال میکنه. خب واضح میشه پس که هر کدام از این نوهی که مشکل داشته باشن تکلم دچار مشکل میشه. مثلا شخصی که پرایمری اودیتوری کورتکس از یا شنوه از این مشکل داره یا اصلا چیزی نمیشنوه که در پاسخ به این چیزه بتونه بگه، و نهی برنی که به می ترتیب مشکل داشته باشه، بروکان مشکل داشته باشه و یا قشر حرکی اولی مشکل داشته باشه تکلم هم دچار مشکل میشه. نهی بعدی نهی چشمی فرانتاله که اینجا مشخص میشه. میبینیم که در قسمت قدام پرسنترال جایرس قرار داره یا جیروس های مغز. خوندیم به شما به اناتومی پرسنترال جایرس در قسمت قدام همو شیار سنترال یا سنترال سلکوس قرار داره که سرکوس سنترال اینجا باشه. ای پرسنترال جایرس ای قسمت های همیچین خوردگی پرسنترال اینه به هیر شامل میشه. اینه نهی بروکا بود. خب نهی چشمی فرانتال میبینیم که نسبت به نهی بروکا کمی خلفی تر قرار داره. اینه یه نقشی که داره باعث عظیم میشه تا حرکت ارادی چشما به سوی اشیاء مختلف صورت بگیره و همچنین حرکات پلک زدن کنترل میکنه و آسیبی که به این چشمی فرانتال وارد میشه یا ضایعاتی که به این قسمت ایجاد میشه سبب میشه تا حرکات ارادی چشما به سوی اشیاء مختلف به درستی صورت نگیره و حرکات پلک زدن هم مختل بشه. نوعی دیگه نوعی چرخش سر یا هید روتیشن که از نظر موقعیت خواهم هم میبینیم که در نزدیک نوعی چشمی فرانتال قرار داره. در قسمت بالای از این قسمت نوعی چشمی فرانتال که در سلاید قبلی دیدیم و هماهنگ کننده حرکات سر و چشمه. وقتی سر حرکت میکنه چشم هم خود از این حرکت بکنه این هماهنگی ایجاد میکنه. نهی بعدی که در اینجا میخونیم نهی که مرتبط با حرکات ظریف دست از نظر موقعیت میبینیم که در قسمت پریموتور آریان این نهی قرار داره. از ببینیم اگه ای پرایمری موتور کورتکس که این نهیه باشه این قسمت وسط از این کنترل کننده حرکات دست بودن، قسمت دست و بازو اینو و قدام به همین قسمت دست و بازو نهی مرتبط با حرکات ظریف دست در قسمت پریموتور آریا قرار داره. وقتی آسیبی به این نهیه وارد میشه حرکات دست ناهماهنگ و بی هدف میشن که یارت ما بگیم اپرکسیا. یعنی وقتی آسیبی به نهی مرتبط با حرکات ظریف دست وارد میشه فلج عضلات دست به صورت کامل ایجاد نمیشه بلکه حرکات ناهماهنگ و بی هدف میشن. مثلا میخواهد نخیر
به سوزن داخل کنه بسیار به مشکل این کار میتونه انجام بده. میخواه میخواه دوش خیر به ساکت برق داخل کنه، این کار به بسیار به مشکل میتونه انجام بده. که نمونه از اینجا شما میبینیم این شخصی که خب سرخور میخواه شانه کنه، میبینیم که شانه به درستی گرفته نمیتنه. شانه کردن ضرورت از جمله حرکاتی که کمی ظرافت به کار داره، این کار رو به درستی انجام داده نمیتنه. کاری که حتی در سابق به درستی و با صورت کامل این میتونسته انجام بده. خب اینجا هم شما متوجه باشیم ببینیم این شخصی که آسیب به نهی از قشر مغز که کنترل حرکات ظریف دست و اینار باده داره وارد شده، چی مشکلات بزی دیده میشه. Greg has difficulty with the plug and the electric socket. He also has a problem putting the kettle on its stand.